همیشه به ما گفتن جادو و طلسم خرافاته. هست؟ اگه واقعیت داشته باشه چی؟ سلام، من رضا سلاح‌ورزی هم و اینجا پلی بک. امروز قرار راجع به فیلم پوست ساخته برادران ارک با هم دیگه صحبت بکنیم. قبل از شروع دمتون گرم که از برنامه ما حمایت میکنین. اگر با محتوای کانال ما حال میکنین لطفا اونو دنبال بکنین، لایک بکنین و حتما نظرتون رو توی کامنت ها برامون بنویسین، چون روی کیفیت برنامه های بعدی قطعا تاثیر گذاره. این برنامه بخشی از قصه فیلم پوست رو لو میده. هشدار اسپویل. آراز که عاشق یه دختر مسیحی به اسم مارال بوده، بعد از ازدواج دختر با سید متوجه میشه که به خاطر طلسمی که مادرش روی یه تیکه پوست نوشته و توی کیف مارال گذاشته است که از هم دیگه جدا شدن. بعد کم کم درگیر طلسم و جادو میشه و اجنه افسار زندگیشو به دست میده. قبل از اینکه بریم سراغ فیلم پوست، یه نکته راجع به برادران ارک بگم. سال 2017 بهمن و بهرام ارک یه فیلم کوتاه می‌سازن به اسم حیوان. فیلم حیوان اون سال توی جشنواره کن توی بخش سینه فونداسیون جایزه بهترین فیلم کوتاه سال رو می‌گیره. این جایزه یکی از معتبرترین جوایز فیلم کوتاه توی کل دنیاست. بعد از موفقیتی که با فیلم کوتاهشون به دست آوردن، تصمیم می‌گیرن اولین فیلم بلندشون رو بسازن. بخش زیادی از قصه و حتی طراحی لباس فیلم پوست وام گرفته از فیلم کوتاه خودشون، یعنی حیوانه. و یه جاهای من یاد شخصیت فاوست گوته میندازه، آدمی که با شیطان معامله میکنه و در قبال دانش نامحدودی که اون بهش میده روحشو به شیطان میفروشه. اینجا هم یه اتفاق مشابه برای کاراکتر اصلیمون آراز میفته. زندگی مادرش رو در قبال عشق مارال به اجنه میفروشه. همونطور که توی تیتراژ اول میگه، فیلم الهام گرفته از افسانه های محلی آذربایجانه. دست روی موضوعی گذاشته که کمتر کسی توی ایران میره سراغش. توی یه سری نقدا که راجع به این فیلم خوندم، در مورد خرافه پرستی حرف میزدن. اصلا خرافه وجود نداره توی فیلم پوست. تأثیر اجنه روی زندگی کاراکترهای اصلی کاملا واقعیه و این اتفاقه داره میفته توی جهان داستان. خرافش کجا بود؟ معمولا فیلمسازا وقتی به یه اسم رسمی میرسن، به خاطر ترس از نقد جسارت تجربه کردن از خودشون میگیرن. چیزی که من توی فیلم پوست برادران ارک دوست داشتم همین جسارت است. بسم الله. سرکالار پارلدای آینه‌لارن arasındayım منی قطار امنجینی اسپسو طرفان دو جنلر پیجال کوچا قاره تک سیرینر قرار تابسان دو آیرلیق دعاس ایدیر. از اونجایی که ما خیلی آدمای مثبت گرایی هستیم، اول میریم سراغ نکات مثبت فیلم. 1. زبان فیلم ترکیه و هیچ بازیگر شناخته شده ای نداره، ولی انقدر قصه جذابی برای تعریف میکنه که منو مخاطب تا آخر نگه میداره. 2. فضا سازی تو فیلمای ژانر وحشت تا حد زیادی بر عهده موسیقیه. تو این فیلم هم بامداد افشار با استفاده از سازهای محلی خیلی خوب پس کار بر اومده. اگه اشتباه نکنم توی جشنواره فجر سال 98 هم به خاطر فیلم پوست جایزه بهترین موسیقی رو دریافت کرد. شماره 3. قصه یه راوی داره که یه شخصیت فرعیه که ما هر دفعه میریم توی قهوه خونه، این شاهنامه خانی های قدیم با یه سازی که دستشه یه داستان افسانه‌ای رو برامون تعریف میکنه. این داستان افسانه‌ای همون قصه عشق آراز و ماراله که به یه سبک متفاوتی داره روایت میشه که به نظرم خیلی خوب نشسته بود روی کار و جذاب بود. شماره 4. کاشت و برداشت نشانه ها توی فیلم پوست خیلی خوب اتفاق میفته. به نظر من بزرگترین ویژگی این فیلم جزئیات فراوونیه که توش کار شده. چند تاشون رو با هم دیگه مرور میکنم. کاراکترهای این فیلم خودشون رو تا حد زیادی مدیون طبیعت میدونن. به خاطر همین از عناصر اصلی توی این فیلم استفاده شده. مثلا برای نوشتن طلسم از تضاد آب و آتش استفاده شده و از عنصر خاک به عنوان نماد زمین و باطل کننده طلسم استفاده میکنه. نماد شیر توی قصه به عنوان یه ناجی معرفی میشه که ما توی اولش میبینیم وقتی که اجنه خیلی قدرت گرفتن، پوست شیر نیاز به مرمت داره و خراب شده و کاراکتر آراز وقتی تصمیم میگیره با اجنه مقابله بکنه، پوست شیر رو مرمت میکنه میپوشه و تبدیل به همون ناجی میشه.
کارگانار کارمزایی. اسامی کاراکترها توی فیلم پوست خیلی هوشمندانه انتخاب شدن. چند جای قصه عشق بین آراز و مارال تشبیه شده به عشق شکارچی و شکار. آراز همون شیر شکارچی و مارال آهوی شکار. و نکته آخر هم این که قاب‌بندی خیلی خوبی داریم توی این کار می‌بینیم و تصویرها جذاب از آب در اومدن. نکات منفی. آران تابستان دو آرلق سازیدی. ریتم فیلم کنده. انقدر فاصله بین گره ها و گره گشایی هایی که توی کار چیده شده زیاده که بعضی جاها مخاطب میفته بیرون. گیریم و لباس اجنه خوب نیست. یعنی بعضی وقتا تو متوجه میشی که این یه آدمه که لباس جن پوشیده. به خاطر همین باورپذیری قصه رو میاره پایین. توضیحات زیاد. تو با این کار داری مخاطبتو کم هوش فرض میکنی. واقعا این شکلی نیست. تو چند جا به من نشون دادی که هر دفعه فاصله مادر فرزند زیاد میشه ناف آراز خونریزی میکنه. خیلی باحال بود. دمت هم گرم. احتیاجی نیست راوی اینو به من بگه. یا مثلا وقتی که آراز به مارال میگه که من نمیتونم این تلسمو خاک بکنم، ازش میخواد که اون این کارو بکنه تا تلسم باطل بشه. مارال این کارو براش انجام میده. رابطه ی این دو نفر درست میشه و مادر هم زنده میمونه. خب اینو که من متوجه شدم چرا راوی باید بیاد بگه که جادوی عشق از تلسم قوی تره. به خدا خوب نیست. میفهمم اینو. بذار مخاطبت به اندازه‌ای که متوجه شده از قصه برداشت بکنه. احتیاجی نیست توضیح اضافه بهش بدی. سکانس مرگ سید خوب از آب در نیومده. اگر که امکان تولید بهترش وجود نداشت، کاش اصلا ما اون صحنه رو نمیدیدیم. اینکه یه نفر از روی درخت از فاصله کم میفته زمین روی زانو و یه غلط خیلی مصنوعی میخوره، بعد میشنویم مرده، خیلی بده. بهتر بود که بعد از شکستن شاخه اصلا پلان دیگه نمیدیدیم، بعد شنیدیم که سید مرده دیگه. من اولین بار این فیلم رو 2 سال پیش توی جشنواره دیدم و تا الان که به اکران رسیده یه سوال برام به وجود میاد. یعنی از 2 سال پیش تا الان هیچ کدوم از عوامل فیلم نشستن فیلم رو دوباره ببینن و متوجه بشن که زیرنویسش غلط تایپی داره؟ توی یه همچین لولی وقتی داری کار میکنی یه همچین اشتباهی به نظرم خیلی آماتوره. جنبندی. با همه این نکات مثبت و منفی که راجع به این فیلم گفتیم، برای من وزن نکات مثبتش خیلی سنگین تره و یه سری جزئیاتی داره که بقیه ندارن. مشکلی که الان فیلمنامه‌نویسای ما توی ایران دارن اینه که همه چیز توی سطح اتفاق میفته، از کاراکتر گرفته تا قصه. اتفاقیه که دقیقاً نقطه قوت فیلم پوسته. پوست روی موضوعی دست گذاشته که هر کسی توی ایران سراغش نمیره. به خاطر همینه که فیلم پوست رو دوست داشتم و به نظرم ارزش دیدن داره و شدیداً منتظر کارهای بعدی برادران ارک هستم. دمتون گرم که برنامه رو تا آخر دیدین. اگه با محتوای کانال ما حال میکنین یادتون نره که دنبال بکنین، لایک بکنین و حتما نظرتون توی کامنت ها برامون بنویسین. مخلصیم.